آشکار همراه با کشیش شهید مهدی دیباج در خدمت شما هست دشمنت را دوست بدار خدا برای داوود آینده درخشانی در نظر داشت و میخواست به او برکات زیاد بدهد ولی در آن موقع در بوته آتشین آزمایش بود تا شایستگی خود را برای نقشه های عالی خدا نشان دهد بنابراین از یک بعد واقعی ما مسیحیان داستان زندگی روحانی خودمان را مطالعه می کنیم. پدر آسمانی ما خدا میخواهد همه نجات بیابند و هیچ کس حلاک نشود. خدا علاقمند است که هر یک از ما او را بشناسیم چون شناخت او حیات جاودانی است و نیز ورسه خدا و هم ارث با مسیح شویم. این همان آینده درخشانی است که خدا برای ما در نظر گرفته است وقتی به این حقیقت پی میبریم آرام و خوشحال میشویم ولی برای اینکه خدا نقشه های عالی خود را در زندگی ما پیاده کند اغلب از شعله های آتش استفاده می کند این سختی ها برای این است که ایمان شما را آزمایش کند همانطور که آتش طلا را می و پاک می کند. بعد از اینکه ایمان شما در بوته آتشین آزمایش رفت اگر سالم بماند روزی که عیسی مسیح برگردد باعث تمجید و جلال و سربلندی شما می شود در این زمان داوود در خطری بزرگتر از همیشه بود راه و روش خدا این است که یک پیروزی را که با فیض او نصیب ما شد مقدمه آزمایش های سختتر و پیروزی‌های های بزرگتر قرار دهد. این جزئی ای از نقشه خدا در ساختن مرد خداست. در فصلهای 24 و 26 کتاب اول سموئل دو فرصت طلایی نصیب داوود شد تا از شر شاول برای همیشه خلاص شود و به دوران دربدری و درد و رنج خود پایان دهد و به تاج و تخت سلطنت بنی اسرائیل و مقام رهبری قوم خدا برسد که خداوند به او وعده داده بود و برای آن محض شده بود داوود و 600 دستیار او در محلی پناه گرفته بودند به اسم عین یعنی پاتوق بزهای وحشی که یک منطقه کوهستانی در جنوب دریای میت بود روزی شاول و سه هزار جنگجوی او در آن محل دنبال داوود میگشتند جایی که پرندهای پر نمیزد و محال بود کسی را پیدا کرد داوود و یارانش در غاری پنهان بودند و از دور شاول و مردان او را تماشا میکردند ناگهان شاول برگشت و به قار داخل شد تا کمی خنک شود چشم او جایی را نمیدید و بیخبر از حضور داوود تصمیم گرفت چرتی بزند چه فرصت خوبی برای داوود نفس همه بند اومد منتظر دستور داوود بودند شاید در گوش او زمزمه کردند چه فرصت عالی خدا دشمن تو به اینجا آورده تا انتقام خود را از او بگیری. همین الان میتونی به تمام سختی ها و درد و رنجات پایان بدی و به مقام سلطنت برسی تصور کنید با چه دقتی فرمانده خود را تماشا میکردن که در تاریکی قار با خنجری در دست به طرف شاول پیش میرفت و گمان کردن آن را در قلب شاول فرو میکرد اما وقتی دیدن فقط یه تیکه از ردای شاول را برید و برگشت از تعجب دهانشون باز مان فکر میکردند فرمانده ی آنها شجاع بود ولی حالا نشان داد که ترسو و بزدل بود چه حماقتی که دشمن در دسترس باشد اما فرصت را از دست بدهد و او را نکشد به سخنان داوود توجه کنید حتی شرمنده بود که گوشه ی لباس شاور را بری هاشا از من که به آقای خود مسیح خداوند دست دراز کنم داوود از خود خیشتنداری نشان داد و از آن سختتر 600 نفر جنگجو را با خود هم عقیده کرد داوود با این کلمات آنها را ساکت کرد و نگذاشت کسی به شاول دست دراز کند سرانجام وقتی شاول از قار بیرون رفت داوود دنبال او دوید و مدرک ترحم خود را به او نشان داد و ثابت کرد که قصد آزار او را ندارد و پرسید آیا پادشاه به شکار یک سگ مرده آمده است؟ در فصل 26 باز شاول با سه هزار جنگجو در تعقیب داوود بود. داوود او را در شب در اردوگاه در خواب یافت. آن هم بدون نگهبانی سر پست. شاول و ابینیر فرمانده لشکر و مردان جنگی همه خواب بودند. داوود و یارانش از دور آنها را تماشا می کردن. داود داوود با دوست مورد اعتماد خود ابیشای به طرف دره اردوگاه و محل استراحت شاول پیش رفتند و بی سر و صدا خود را به او و ابینیر رساندند که در خواب بودند. بار دیگر همان زمزمه این بار از دهان ابیشای و باز از دهان داوود همان جواب بیرون آمد نکش به مسیح خداوند دست نزن که مقصر میشی بعد نیزه و کوزه آب شاور رو گرفتن و بردن بعد از آن سوی دره فریاد زد و همه را بیدار کرد داوود فرصت دیگری را از دست داد او میتونست از شر شاول خلاص بشه و به تمام درد و رنجهای خود پایان بده هر کس بود شاول رو میکش اما نه داوود چه درسی یاد میگیری؟ چه براکتی برای دلهای ما؟ داوود چه اصلی را پیروی میکرد با اینکه خدا شاول را از سلطنت رد کرده بود اما روزی او مسح خدا را داشت دیگران میگفتند دشمن تو بکش اما داوود از روح مسیح آموخت دشمن تا دوست بدار برای آنکه تو را لعنت میکند دعای خیر بکن خوبی کن در عوض بدی دشمن گرسنه تو سیر کن اگه داوود شاول رو میکش اختیار را از دست خدا میگرفت از خدا جلو میافتاد و البته فاجعه به بار می آورد. بهتر بود منتظر وقت خدا میمان، صبر تلخ است ولی کن بر شیرین دارد. هرگاه در زندگی ما چنین فرصتی پیش بیاید باید مواظب خودمان باشیم. آسان است که از خدا جلو بیفتیم و دست به کار شویم و سخت است که منتظر خداوند بمونیم. هرقدر پیش آمدها سخت باشد، نباید بر خلاف میل خدا قدمی برداریم. چقدر سخت است که این درس را از خداوند بیاموزیم. ابراهیم به خدا ایمان آورد و مقبول خدا گردی. چقدر سخت صبر کنیم تا خداوند کم کم قصد عالی و اراده نیکوی خود را آشکار کند. چه آسان است که رشته ها را از دست خدا بیرون بکشیم و همه چیز را خراب کنیم داوود به شاول گفت خدا بین من و تو داوری کند خدا انتقام مرا از تو بگیرد اما بدان که دست من به طرف تو بلند نمی شود آیه دوازده به سخن دیگر داوود میدونست که خدا او را در آن وضعیت قرار داده و خدا هم او را از آن وضع بیرون می آورد. خدا برای هدفی عالی این کار را کرده چون نقشه بی نظیری برای زندگی او در نظر گرفته. خدا او را به آنجا برده خدا هم او را بیرون می آورد. بدون اینکه به یک انگوش کوچک کمک داوود احتیاج باشد. اجازه هم نمی دهد. موی از سر داوود کم شود. خدا شروع کرده خدا هم تمام می کند. خداوند کار مرا به کمال می رساند. خداوند خروج و دخولت را نگاه می دارد. از الان و تا به ابد هللویا وز هر چه سخت باشه و حالت هر چه فوق و استراری مرد خدا باید یاد بگیرد برای خدا انتظار بکشد و صبر کند ای جان من فقط برای خدا انتظار بکش خداوند تو را در آن وضعیت قرار داده تا به خودت نشان بدهد از چه قماشی هستی آیا مثل شاول بیقرار می شوی و بی اطاعتی می کنی یا مثل داوود برای اقدام خدا انتظار می کشی؟ داوود این اصل اطاعت و انتظار را آموخ و حاضر نشد از خدا جلو بیفتد و کاری برخلاف اراده خدا بکند وقتی کسی این درس را آموخ می شود گفت که روحن به جای رسیده است و قدرت و نیروی تازه ای را در زندگی خود در کار می‌بیند ببینید تاثیر این کار داوود چه بود برای نمونه اثر آن را بر خود داوود در نظر بگیرید اگه دشمنش را میکش دیگه نمیتونست بگه دارم در قلب خود سرودی آهنگ موسیقی و مزمور نویسی در دل او ته میکشید و همیشه سایه آن قتل وجدان او را تیره و تار میکرد و او را آزار میداد از همه مهمتر در حضور خدا مقصر بود و بی حرمتی به قدوسیت خدا بود که با دستهای خونالود دعا کند. سالها بعد داوود تجربه تلخی داشت. او به تبعید می و ابشالوم یاقی در تعقیب او بود. مردی به اسم شمی او را لعنت می و تهمت می که قاتل شاول بوده و تبعید شدن او مکافات عمل بد اوست. داوود میدونست که این تهمت نابجاست و او کاری بر خلاف اراده خدا نکرده است در نتیجه خدا داوود را از لعنت شمی نجات داد این خیشتنداری داوود چه تأثیر نیکو بر آن ششصد یار او داشت مدارک زیادی است که مهربانی او با شاول اثر نیکوی خود را تا سالها در اخلاق و رفتار آنها ظاهر کرد اگر او خیشتنداری خود را از دست میداد و شاعور را میکش نفوذ خود را بر ارتش و ملت خود از دست میداد از همه مهمتر خود شاعور شاول به گریه افتاد و گفت گناه کردم احمقانه رفتار کردم خدا تو را برکت بدهد شاول بیچاره که عمر خود را در نبرد با خدا تلف کرد ناگهان با صبر و محبت خدا روبرو شد که از طریق زندگی داوود به امید درخشید و برای چند لحظه او را مثل یخ آب کرد پسرم داوود خاطرات رقتانگیز از روزهایی که هنوز بین آنان آب گلالود نبود و خاطرات شیرین رابطه خانوادگی را به یاد آورد اعتراف به گناه احمقانه رفتار کردم اشتباه بزرگی کردم به نظر می رسید دل شاعور برای یک لحظه نرم شد و بر سر عقل آمد محبت او را آب کرد اما افسوس که چنان احمق و یاقی شده بود که نمیتونست از راه خود برگردد توبه کند و نجات یابد فقط محبت خدا که به وسیله روح القدس در دلهای ما ریخته شده است سبب توبه واقعی و پاکسازی ما می شود نه خدمات عمومی یا خدمت در کلیسا محبت دلنشین مسیح است که زندگی دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد و با اراده خدا هماهنگ می کند. صبر و محبت است که دیگران را وادار می کند بفهمند که احمقانه رفتار کرده اند محبت است که دلهای سخت را نرم می کند و سبب توبه و ایمان و نجات می شود. به همین دلیل است که تپه جلجتا و صلیب آنقدر پر جلال است. از بالای صلیب است که ناله نجات دهنده عزیزمان را میشنویم پدر اینها را ببخش چون نمیدانند چه میکنند قلب میلیاردها مسیحی در پای صلیب با محبت آب شده عوض شده مسیحایی شده است به همین دلیل که رفتار مسیحی و محبت آمیز شما قدرت دارد زندگی دیگران را اصلاح و عوض کند به طوری که هیچ قدرت دیگری نمیتواند این اثر و نفوذ سازنده را داشته باشد توضیح جزوات کتاب مقدس بشارت شهادت دادن موعظه انجیل تعلیم کلام خدا لازم است اما کافی نیست پیغام دلنشین انجیل عیسی مسیح خیلی عمیق تر از این هاست. آن یک زندگی مسیحایی است زندگی مالامال از محبت مسیح است کسی که اصلی را که داوود رعایت کرد رعایت بکند نه فقط دوستان خود بلکه دشمنان خود را هم محبت کند کسی که برای خدا انتظار بکشد و از خدا جلو نیفتد او مرد خدا می شود از طرف دیگر شاول بیچاره چه تصویر زشت و نفرت انگیزی است او اجازه داد تعصب حسادت کینه و نفرت او را تا لب پرتگاه ببرد و جز سقوط هیچ امیدی برایش باقی نماند چه سود که شخصی بگوید احمقانه رفتار کردم اگر باز به حماقت خود ادامه بدهد اشک تأسف و اعتراف چه سودی دارد اگر توبه و پشیمانی و جبران به دنبال نداشته باشد گاهی در کلیسا در جلسات بشارتی اشخاصی را میبینیم که اشک حسرت میریزند ولی این ابراز احساسات اگر همراه با توبه و اطاعت از خدا نباشد چه سودی دارد چه فایده دارد که دلی شکسته شود ولی از آن پس تسلیم اراده خدا نشود در واقع اگر کسی مثل شاول اشک حسرت و پشیمانی بریزد اما از دستور خدا اطاعت نکند این حالت او هزار بار بدتر از اول اوست احساساتی که عمل ندارد تبدیل به یاقیگری بیشتر و گناهان بدتر می شود درست مثل شاول دل من به حال کسی می سوزد که از ملکوت خدا دور نیست با شنیدن پیغام انجیل اشک می ریزد در پای صلیب واقعیت محبت خدا در عیسی مسیح را می چشد به حال زار و گناهکار خودش پی میبرد و حتی اعتراف می کند که احمقانه رفتار کرده است. اما چند دقیقه بعد از موعظه در بیرون کلیسا همان است که قبلا بود و همه را فراموش می احساسات پاکی را که در او بیدار شده سرکوب می کند. روح خدا را محزون و خاموش می کند و به گناه و نافرمانی از خدا و یاقیگری بر ضد خدا ادامه می چه شخص بیچاره است. خدایا مرا تفتیش کن، فکرهای مرا بدان و ببین آیا در من راه فسادی هست و مرا به راه حیات جاودانی هدایت فرما آمین فراموش نکنید که شاول دارای مسح خدا بود همان امتیازات و فرصت‌هایی را داشت که خدا به داوود عطا کرد ولی داوود با ترس و احترام به خدا و تسلیم و اطاعت مسح خدا را پذیرفت و شاول اصل اطاعت و ایمان را رد کرد و یاقی شد ابدیت ما وابسته به یک سری انتخاب است که در دوران زندگی می کنیم شاول در اثر محبت داوود چه زود و آسان توبه کرد محبت داوود شاول را از خواب قفلت بیدار کرد چی شد که داوود آنطور رفتار کرد این اصل محبت را چگونه آموخ؟ چرا از قفلت شاول سوء استفاده نکرد؟ ما هم خیلی سعی کرده ایم آنطور رفتار کنیم اما نشده است. داوود چطور موفق شد؟ در واقع جواب ساده است. در این دست نه فقط حکایت را خواندیم بلکه تجربه قلبی را داشتیم. حکایت در کتاب سموئل است اما تجربه در کتاب زبور است داوود در مزمور دلش را باز می کند و سیرت و باطن خود را به ما نشان می دهند. در این وقت مزمور 57 و هفت را نوشت در این مزمور است که معلوم می شود محبت و گذشت را چطور آموخت در اینجاست که داوود آموخت خدا را وادار به عجله نکند بلکه آرام بیستد و نجات خداوند را ببینم در آیه چهار داوود از دشمنان خود حرف میزند جانم در میان شیران است در میان آتش افروزان میخوابم آدمی زادی که زبانش شمشیر تیز و دندانهایش نیزه و تیر است آیا تا حالا در چنین وضع و موقعیتی بوده ای؟ مثلا در زندان زیر شکنجه دشمنان داوود در همه جا بودند اما او پشت درهای بسته در خلوت دل یک و تنها با خدا راز و نیاز میکرد اون چه برای داوود مهم بود دشمن نبود خدا بود و با ایمان به خدا بر ترس قلبه میکرد به آیه اول نگاه کنید خدایا به من رحم کن چون جانم در تو پناه میآورم به تو توکل می کنم. در زیر سایه بالهای تو پناه می آورم تا این طوفان رد بشد مثل جوجه ها که زیر بال و پر مرغ پناه میبرند و در امن و امانند خدا هم برای داوود پناهگاه بود ای عزیز دل خدا آیا برای تو هم چنین هست؟ دشمن دورا دور او آتش حسادت و نفرت شاؤول هر روز شعله برتر اما واکنش داوود نزد خدای قادر مطلق آه و ناله میکنم نزد خدایی که کار مرا به کمال میرساند کار را خدا میکند انتظار را من میکشم از آسمان کمک میفرستد و از سرزنش دشمن نجاتم میدهد، دشمنی که میخواهد مرا ببلعد سلاح راستی فکرشو بکن خدا رحمت و راستی خود را میفرسد و با اینکه دشمن اطراف من است به سلامتی میخوابم به خواب شیرین فرو می میروم چون تو ای خداوند مرا در اطمینان ساکن میسازی نظیر این واقعه را در اعمال دوازده میبینی پتروس در زندان بود قرار بود صبح روز بعد او را گردن بزنم در آن شب جلسات دعا در سراسر شهر برقرار بود تمام ایمانداران اورشلیم در آن شب بیدار بودند به غیر از پتروس او در خواب سنگین بود شاید پتروس تنها مسیحی بود که در آن شب خوابید اما چطور توانست در آن شهر با خیال راحت بخوابد چند هفته قبل از آن عیسی خداوند در یک گفتگوی خصوصی به او فرموده بود وقتی جوان بودی هر کار میخواستی میتونستی بکنی و هر جا میخواستی میرفتی ولی وقتی پیر بشی دیگران دست تا میگیرن و به این طرف و اون طرف میکشن و جایی میبرند که نمیخواهی بروی آن شب در زندان با اینکه صبح او را گردن میزدند شمعون قول عیسی مسیح را بیاد آورد و با خودش گفت خداوند به من فرمود تو پیر میشی پس هر چه هیرودیس تلاش کند نمیتوند به من صدمه بزنم پس راحت میخوابم به این ترتیب پتروس با تکیه بر وعده های خدا به خواب سنگین فرو رفت بر بحر زندگانی آیم چو کشتیرانی آرامم گرچه آید طوفان ناگهانی شادم از اینکه دارم همچون تو پشتیبانی جان داوود در چنگ دشمنان خطرناک بود ولی با ایمان به وعده های خدا بر تمام ترسهای خود غالب می داوود مشکلات هر روز را به دست خدا می سپر. زندگی او مالامال از ملاقات های پی در پی و دوستی صمیمانه با خدا بود. با قدرتی که از راه رفتن با خدا کسب می کرد می توانست 600 نفر مرد جنگجو را زیر فرمان خود مطیع نگه دارد و حتی مرد شریری مثل شاعور را متقاعد کند که در حضور خدا محکوم است داوود در لحظه های حساس تجربیاتش این درس آموخ که نباید رشته امور را از دستهای توانای خدای زنده بیرون بکشد و اختیار زندگی خود را به دست خودش بگیرد داوود مطیع خدا بود و توانست زیر دستان خود را مطیع خود کند او زیر دست خدا رام بود و توانست زیر دستان خود را رام کند اما شاول مقرور و از خود راضی بر علیه قدرت پروردگار یاقی شد و به روزگار فلاکت باری افتاد شاول اسیر خودش گناهانش و تعصبش بود شاهی آلت دست نفس با سلطنتی ضعیف و روبه زوال این بود شاول به آن دو تصویر نگاه کن تو کدامی؟ این یا آن؟ ممکنه با خدا راه میری و در نور روی او زندگی میکنی دارای معرفت نجات خداوند ما عیسی مسیح هستی و زندگی خود را همه جانبه به دست او سپرده ای و با ایمان زندگی می کنی و در هر چیز مطیع او هستی گاهی تا فوق از تحملت تجربه شده ای بارها وسوسه شده ای که به عقب برگردی از اراده خدا خارج شوی ولی نخواستی بلکه برای خدا غیرت نشان دادی و انتظار کشیدی در زیر سایه بالهای خداوند در آرامش کامل به سر میبری و میبینی که خدا در زندگی تو با قدرت کار میکنه یا اینکه با روح محس شدی و همون امتیازات و فرصتهایی را خدا به تو داد که به داوود داد ولی از اراده خدا دور شدی و نهر برکات خدا به روی تو خوش شد حالا بی قوتی، شکست خورده ای و خارج از قدرت و اختیار خداوندی و همانطور که پولس نگران بود به دیگران وعظ کردی تا نجات یابند اما خودت از آن فیض محروم ماندی تو کدامی؟ هرگز برای شروع دیر نیست به جرجوتا بیا تسلیم محبت منجی مصلوب شده و زنده باش همین حالا خدا حاضر است تو را با آغوش باز قبول کند و همین امروز حاضر است تو را نجات بده به عیسی چشم بدوز از گناهانت دست بکش به عیسی مسیح ایمان آور و عطای روح القدس را بگیر و در اراده خدا زندگی کن تا ظرف عزت در دست خدا باشی مستعد برای هر عمل نیکو و نافع برای مالک خود شما می توانید برنامه رادیوی جهانی پارس را به صورت زنده از روی وبسایت www.persianboardradio.com گوش دهید امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه اگر در مورد این برنامه سوالی دارید می توانید با شماره وااپ دو341، 638، 98, 98 98 98 با ما در تماس باشید.